سلام عرض میکنم، شفیع عیار هستم. امروز 5 اکتبر سال 2019 میلادی است و ما باز هم در یک برنامه زنده در خدمت شما هستم. قسمی که ما همیشه میگم در برنامه های زنده منظور ما ایست که ما بتانم میزبان نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما باشم. ما به یقیده هستم که تا زمانی که ما یک راه حل منصفانه برای وطن خود پیدا نکنیم، صلح به وطن ما برنمی گرده و این صلح را و این طریق جز با تفاهم نمیتونیم پیدا کنیم. و همین خاطر است که باید نظرات خود شریک بکنیم با هم دیگه ما و بتانیم که کت خود باشیم، با خود باشیم و نظرات خود بتانیم ابراز کنیم. البته ما یک دقیقه در فیسبوک خود ببینم که برنامه ایم آن باشه، چون انوز ما ایجا نمیبینم شا. یک دفعه ما ایرا ریفرش کنم. اوکی، خب معلوم است که کل شما همراه ما هستین. ما شما را خوش آمد میگم، سپاس میکنم از این که منتظر میباشین که در برنامه اشتراک کنین. برنامه ما برنامه در واقع از شما است. یعنی ما اگر از شما نباشم و روزای شنبه برنامه نمیداشته باشم، خودم ثبت میکنم انتشار میتم. اما ما خوشحال هستم که شما به صبرانه در اینجا انتظار میداشته باشین، برنامه ها را چی کنیم شریک بکنین. آقای ازارانیشن سلام به خودت، سلام بچه رویاش، خانم رویا شمس، یار گرامی فریلا احمدی، سپاس میکنم از شما. نادر نظری، راه حل چیست؟ اگر شما کدام برنامه دهی قسمت راه حل ما و شما منعیس یک جامعه باید انجینیری کنیم، با وجود بیاریم و عملی بسازیم. اگر که ما منعیس یک ملتی راه حل نتانیم انجینیری بکنیم و مردم خدا دوره هم یک جای نکنیم. خانم نایی ترکزاده سلام با شما، درود مهر، مسعود ستاری، سنا امشه سلام، شاه حسین، آقای یار محمد محمدی سلام به کل شما، که البته برنامه به برنامه سلام سلام تبدیل نشه. ما خوشحال هستم که شما همیشه در اینجا حضور به هم میرسانین. انتخابات افغانستان در یک جای رسیده که اشرف غنی از یک نگاه داره خداحافظی میکنه و میگه که تا 3 هفته دیگه رئیس جمهور نو شما میه. از طرف دیگه هنوز هم با مو تقلبات انتخاباتی خود اینا پیش میرن. مهمترین چیز در انتخابات امسال است که یک ماشینک است که دمو باید انگشت دستت باشه و عکست. طرفدارای غنی میگه ویچ اصلا لازم نیست، هر کس که دمو ورق نامش است اعلان کو، نشتهش کو بای سرای. اما ما دیدم میرم تعقیب میکنم، به طور مثال در یک جای بایومتریک شدگی، یعنی که نشان انگشت عکس است، دمو عکس انداخت، نو رای است. اما 400 چند رای در اوجا وجود داره که بایومتریک نیست، فقط پر شدن انداختن و پر شدن انداختن. و این زیادتر توسط آقای غنی و طرفدارای شده. کمیسیون مستقل انتخابات هم اعلان کرده که ما رای که بایومتریک نشده او را قبول نمی کنیم. اما در چی که هست در این انتخابات رای بایومتریک باید حساب شود. غنی و طرفدارایش میخواین با زور هر کس که میگه ورق پر از همون رو حساب کن، اما احتمال زیاد داره که این کار صورت نگیره و این رای ها آقای عبیبی نشته میکنن به شرف لعین. امی اشرف غنی رو میگن به شرف لعین، و لعین خواستم اون سالهای گذشته بود، منطقه مردم نفهمیده بودن که لعین خواهی نمه تا آدم های غوله که نمه علینال لعین نگش. مگر 5 سال پیش
که تازوی نمی فهمیدن بنان امسال حداقل خوب شده که نه اینی نفرها کلگیشان متوجه سن. یکی از دوستان شکر بود که صدا نیست، دوست عزیزم احتمال داره که از طریقی که شما میبینین صدا نداشته باشین، دیگرها صدا دارن و صدا رو میبینن میشنون، تمام چیزا خوب به نظر میرسه. همیشه اگر صدا کدام مشکل داره ضرور نیست که از طرف ما بیچاره ها باشه، از طرف شما میتاره باشه. البته امیدوار هستیم که آرای بایومتریک حساب شود و اگر این آرای حساب شد احتمال داره که رای گلبدین حکمتیار از اشرف غنی کده زیادتر باشه و اشرف غنی به حساب امو رنگت بگور رنگت بگور را باید برش بخوانیم. برای چی؟ برای خداحافظی، عوض خداحافظی برای اشرف غنی باید یک سرود بخوانیم وقت رفتنش، رنگت بگور رنگت بگور رنگت بگور اشرف غنی. اینمی سرود ما و شما می باشه برای غنی سرمنگسک، برای اشرف سرمنگسک که در 5 سال باعث قتل و کشتار 160,000 افغان ما شده. ولی اگر تقلبات پیشی گرفت و اشرف غنی ادامه داد به کثافت کاریش، باز ما و شما 5 سال دیگه داریم برای ازی که ای بار قهرامیز به زباله تاریخ پرده می شه. برنامه باز است. آقای دوست عزیزم باز میگن صدا یک طرف است، صدا اینه می دوستای ما اینه کلگیشان در ایجا کامل میتن و میشنوان گپاره. شما دیوایس خود باید چک کنین. مرده باد اشرف غنی بدون شک. خانم سرویه خب لاین باز است، شما نمره تلفنم در ایجا است 714-202-2537. البته ای در امریکاست، یگان دفعه شما چی میکنین نمیفهمین که ایریا کود اونمو 714 ایریا کود ماست، کانتری کود ما را شما ببینین که از کجا زنگ میزنین که از روی ازو بفهمین که از اون مملکتی که شما زنگ میزنین چی امی کانتری کود که شما باید بگیرین برای ما چی هست. البته بله بفرمایید. خب ما سجاد جان خراب شده باز. سجاد جان منظورم از تلفنم یک کسی باید که صحیح است تلفن. حالا شما میتونین که زنگ بزنین و ما تلفنای شما رو میگیرم. صدا نیست. آقای علاودین بخشی شما باید چک کنین دیوایس خدا. بله بفرمایید دوست عزیزم. ببخشید. سلام. سلام باشین که صدا رو بلند کنم. اینال صدا بلنده، بلندتر هم صحبت کنین بفرمایید. تشکر. خیلی مدت میشه که میخواستم به برنامه تو زنگی. بله و خیلی حتی سوال ها بگیم دیگه، چند مدت از همیشه برنامه شون سعی میکنم. تشکر. سر دازه نشد و البته تا بعض وقتا مصروف مصروفیت خط زیاد مصروفت نمیشه. بله این بود ناسخ شدم هم باید صحبت کنم، بسیار خوشحاله. تشکر. ما اندازه که یک دوستش از تو این به ما اندازه یک مخالفی. بله دیگه هم یک سوال رو میخواستم از تو صادقانه بپرسم. بله مربوط به خودت میشه. و اون سوال اینه که برای از ما بود که واقعا شد تو روی پرده سخن نگاهی و یا پشت پرده، این خیلی مهمه. نه یک بار دیگه تکرار کنین. تو همه سوالاتی که در باره چیزه هست الان مذهب و دین و چیزا که بعضی هست از تو سوال نه، حالا تو از گفتمی میخل شاید هم گفته بیتنی داری برنامه و شاید هم نتنی تو روی پرده سخن میگه و یا پشت پرده. ما فکر میکنم که اردوش درست است. ما در یک جامعه زندگی میکنیم، با پای خود میدویم، با پای مردم میریم. ما نمیتونیم، یعنی یک اصطلاح در افغانستان بود که میگه پا پای چینی کده میری. تو نمیتونی در یک جامعه مثل افغانستان
به پای خود بدوی. اگر به پای خود بدوی یک روز بعد که پشت سرت سعی کنی یک نفر در پشت سرت نیست. و اگر به پای مردم بدوی که در 1400 سال دویدن، اگر 100 سال دیگه بدوی که سعی کنی که در اون جایی که ساده بودی همون جا هستی. بنانیج باید یک توازن باشه که تو به پای خود بدوی به پای مردم بری، که مردم بتانن با تو برن، که تو تنها ندویده باشی. در جوامع عقب مانده مثل افغانستان روشن فکرایشان هم عقب مانده است. روشن فکرای تو فکر میکنه که نه، کل این همی چیزا غلط است، بخیستاد شو بر علیش، بلا تشبیه بگو خدا هم غلط است، پیغمبر هم، قرآن هم راست، صادق بگو. نه، ما بر از این مبارزه نمیکنیم. ما بر از این مبارزه میکنیم که در جامعه ما یک راه حل پیدا شد و اساس زندگی امروز ما، و اساس 100 سال بعد نه، و اساس 300 سال پیش نه. به این اساس ما یک استاندارد داریم، یک چوکا داریم که با مو اساس از او گپ میزنیم. اینال اردوی اونمو گپ را که شما زدین اردوش در بر میگیره. باشه، خیلی خوب، ما تا جایی را فهمیدم. من همینطور با آقای لطیفی هم در تماس هستم، همیشه وقت نزدیش میارم. آقای لطیفی شاید بشناسید، درستم؟ کی هست آقای لطیفی؟ آقای دکتر رحیم لطیفی هم. خب، امرای ما که یک چی داشتن موزله نداشتن، نظرشان ابراز کردن، ما هم نظر خود ابراز کردم. آدم بسیار خوب هستن، معلوماتشان متاسفانه معلومات است که در قید و بند یک چوکات است که 1400 سال دیگه بوده، اما شخصا آدم بسیار خوب هستن. بله، ما سعی کنم دوست خوبم، ما گفتم یک بچه جوانیم، یک بچه جوانیم که هنوز هم درس هایی میخونم و همتون و کتاب های مطالعه هم دارم و من میخواستم شاید در نظر شما یک آدم تقریبا ساده بیایم، ولی اگر دیگه من باشی با هم صحبت کنی، من خیلی چیزا سرم چند دوی خاطر خواستم از تو بپرسم که تو روی پرده سخن نگاهی و یا پشت پرده اردویش این خاطر بعض چیزها هست که نمیشه که در سالها تا من خودم امال نمیتونم که بگیم، فقط میخواستم نظری تا حالا فهمیدم که منظور هدف کجاست. ما باشه ناله که شما همیجا هستین، یک تفسیر کوتاهی دیگه هم میکنم میره. ما همیشه برالای ملاقات گفت زنیم، امروز ما در مورد روشن فکرهای مملکت خود گفت زنم. یک روشن فکر کی هست؟ یک تیاد نفرهای تا فکر میکنه که هرچقه شراب زیاد بخوری روشن فکرستی، هرچقه زد دین گفت زنی روشن فکرستی. با ما نفرها میاین نشته میکنه آقای ارمت تو را دوست ندارم از خاطره که تو از تازینامه دفاع میکنی. از تازینامه منظورش قرآن است. ما برش نشته میکنم که تو غلط کردی، تازی نامه نیست. ای اگر تو بری در بین تاجکا تاجکی نامه است، در بین پشتون پشتون نامه است، در بین هزاره هزاره نامه است، در بین کلگی قرآن یا کتاب مبارک در پیش کلگی ما است. ای که تو قبول داری یا ما قبول داریم یا نداریم دیگه گپ است بر اکثریت مردم. ما چطور کنیم که در اینمی شرایط زمانی که ما قرار داریم دین خود انسانی بسازیم، چرا که دین ما را بر قتل و کشتار ما استفاده میکنه. یک روشن فکر خوب این است که شراب زیاد میخوری زد دین هستی. روشن فکر یعنی کسی که به طرف فردا حرکت میکنی. اگر قاید دینی زد دینی هر چیزی که هست میتونی به طرف فردا حرکت کنی. او عقیده دینی و غیر دینی به این مربوط نمیشه که تو روشن فکر میشی یا نه. وقتی که به طرف فردا فکر میکنی و حرکت میکنی، اینجاست که تو روشن فکر میشی. یک نفر، یک معلم به طور مثال، یک معلم از دانشگاه خلاص شده، ایره میتن بر صنف اول. حالا شما فکر کنین که این میره در صنف بچه ها بکشین کتابتانه، کتاب فارسی را میکشن، سیب سرخ است. این معلم لوت لوت خنده، سیب سرخ است هیچی بچه ها هیچی گپ است، زاغ سیاه است هیچی مانا داره. بکشیم او بچه ها انشتاین نمیشناسین، ادیسن نمیشناسین. در صنف اول گپ ادیسن و چی را نمیگی، گپ ادیسن و گپ از چی را ای علمای کلانه. در صنف اول مردم نمقه یاد میگیره بچه ها و دختره ها که سیب که نمیگی چطور نشته میشه، سرخ چطور نشته میشه. روشن فکر ما زیادشان
اونمون معلم رمه ایمانه که آمده سر بچه های سنف اول خنده میکنن، نه تو چی میگی سیب سرخه، بیا یک سر انشتاین گپ بزنیم. ما در یک جامعه قرار داریم که در یک سطح خاص خوده. اگر تو به سطح جامعه بدوی ای جایی نمیرسی، اگر تو بسیار از سطح جامعه تیز بدوی پشت سرت که سعی کنی هیچ کس نیست جز خودت تنها میمونی. بنابراین روشن فکرا هم مشکل را دارن که ملاها دارن. ملاها در 1400 سال پشت سر بند مانده خرشان، روشن فکرا فکر میکنن که 2000 سال پیش باید بدهیم اتا بگیر از این که بفهمند در کجا هستن. سو اینی چیم بود؟ چرا خمس حالا دیگه من امروی دکتر رحیم لطفی در تماس هستم، به خاطر حرفایش من گوش میدم و نمیخوایم که وارد اجتماع شم، فعلا چون هنوز جوان هستم خیلی. من خودم دوست دارم که همچی بحثا و همچی برنامه های شرکت داشته باشم، ولی خود شما رو شخصا میخواستم واقعا بفهم، چون در بعضی سوال های دینی که میشه، خب مثلا هفته قبل یک از بیننده های شما سوال کردن که امی قرآن را خداوند چرا اکتفایی برای جبرائیل ارسال نکرد؟ شما در این چیزی بودیم که جوابی نداشتیم در اینجا. نه شما فکر میکنین که من جواب نداشتم. بسیار تشکر. من در این موارد برای کلگی جواب دارم، بدون از او در اینجا نمیتانستم که بیایم. بفرمایید دوست از این روی خط هستین. سلام خیلی، امیدوارستم خوب باشین آقای حیات. سلام دوست از این، بفرمایید. بله، ما از اون جمله روشن فکرایستم که به دین عقیده ندارم. ما افکار ما زیادتر افغان نه، بلکه من هیچ یک امریکایی فارسی زبان برای شما گفت میزنم. خوشحال هستم، بفرمایید. زنده باشه. ما فکر میکنم که در بین ایرانیان که سواد بیشتر است، بله، آدمای بی دین یا ضد دین میتونن آزادتر صحبت کنن. بله ها. اما در بین افغان ها که سواد بسیار پایان تر است، به گفته شما آدم مجبور برطوی از اینا تقریبا گفت بزن اگر نیت نمشنود. بله. با نظر ما آقای عیال بسیار خوب است که اولا افغان ها برنامه های ایرانی ها رو گوش کنن. بله. یا ضد دین صحبت میکنن یا انتقاد میکنن، چون با زبان فارسی میتونن این گفت ها رو بشنود. بله. دوم آقای عیال، من فکر میکنم که نفوس آدم های مسلمان بسیار خوب است برای شما، چون در مقایسه با ما شما یک مسلمان خوب گفته میشین. بله. در مقایسه با گلبودین و آدم کشای دیگر شما ملحد گفته میشین. به او خاطر شما از ما افتخار کنین، ما افراطی های این طرف هستیم که میگن قرآن هم غلط است، محمد هم یک جنایتکار بود و الله هم یک خدای ساختگی. بله. در مقابل ما شما مؤمن و مسلم معلوم شوین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امو کدام خانم چی میکد نام شوهرش رحمت الله بود، باز سلام که میگشتم به شما، البته خدا نکده چی نشه، میگفت که السلام علیکم ده الکان و کلاره، السلام علیکم ده الکان و کلاره. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستیم. بله آقای، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستیم؟ بفرمایید. چند روز اخبار ها شنیدی که این آقای تورست و کتی ساله نفاله یا برنامه داره که عبدالله را کدام بم به مترکین انتجا بده. بله ها. و اینا انوز هم دلشان یک نکده آقای ها. خوی برای غنی ما اگر راستی بگویم، برای غنی کسیفی که دم پنج سال انتحاری میکرد افغانستان، یگانه رای بردش همیست که عبدالله و تیمش بپرانه. اگر موفق شد میتونه که رئیس جمهور شد، غیر از او دیگه نمیتونه که رئیس جمهور شد. باید توش آقای ها که برازیز از رسیمی من رگیم که زمان در برازیز. بله ها. این کسیفه که بیم آقای ها ما یک چیز بکنم بگیم در امریکا، اینا میگه 50 سال بیدن یا دست فاشیستی را خواندن، دست مثال نانزفافی را خواندن، دست قومی را خواندن، اینا کسایی بوده که
وقتی که دارم کنسان رفت اونمون کار خود انجام دارن یا اونجا متخصص شده بودن که برن در کنسان خدمت کنن. ما که شما هم نظر استون شما رو میمانم، اما یا درس فاشیستی نخواندن، اینا قلب فاشیستی داشتن اما آل فاشیزم نیست که اینا رو پیش میبره، اینا فاشیزم قومی رو سوء استفاده میکنن برای منافع خود. نه عبدالله نه غنی نمایندگی از تاجک یا از پشتون میکنن، اینا از منافع خود نمایندگی میکنن، تاجک و پشتون استفاده میکنن، احساساتی میسازن. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. جناب هرسه سلام خدمتون تقدیم میکنم، آقای روزبیشتم. آقای روزبی سلام علیکم، جور بخیر. سلامت باشین، خوشحال هستم که همه تو برنامه مشخص انتخابات نیست. نه این هفته مشخص نیست، سر هر چیزی که شما گپ میزنید و هر کسه. من خواستم که سر یک هفت تصویر البطره سرمی صحبت کنم، مطال چارفای آیت شریفه سمیر باید بخوانیم که من دو اصل مطلب برام. خب خیلی تیزتر بخوانیم. خب آیت شریفه میگه لنگامی که موسا با قلب خود گفت خدا با شما فرمان میدن که بادگری را تر ببرید، گفتن آیا ما را بشکر میکنید؟ شریفه هشت دار گفتن پروردگارم را برای ما بخوان تا بر ما روشن سازد که آن چی گونه گوی هست؟ گفت وای نه پروردگار، آن مادگری هست که نه پیر و نه خرسال یا سال هست. بله گفتن پروردگار از که خواهد ما بر ما روشن کند غرگش چی گونه هست؟ وای نه پروردگار، مادگری هست زرد درد. بله آیت هفتاد گفت از پروردگار از که خواهد بر ما روشن گرداند که آن چی گونه گاهی باشد، زیرا این مادگر بر ما مشتبه شده با ترجات بیشتر ما انشاءالله حتما ادایت خواهیم شد. گفت وای نه پروردگار از که آن مادگری هست که نه راه هست تا زمین را شخم زند و نه کشتار را آبیاری کند. بگفت از ریز لکهی در حال نیست. گفت این یک سخن را ما تا میدید هر گو بریدن فهمیدن که کدام گو. آها خب سوال هست، ما در چون شخصی را کشتید و در باره او با یک دیگر برکتیزه برکاتید و آل آل که خدا آنچه را کتاب میکرد آشکار کردارید، از فرموده پاره آنگاه سرگوریده را و آل مقتول بزنید تا زنده شود، این گونه خدا مردگان را زنده میکنند و آن خود را به شما میکنند. این حال سوال من عیاس محترم دیگر که ببینید شیطان نافرمانی کرد، اول با عملایت را فرمانی که شیطان شد آدم آن خلیفه شد دیگر بیشاره کشته شد به این فرمانی و اصلا حرکه مادر تای قربه میکنه او ایار شد جشن بله یا و دوم هم اسرائیل دیده و تای شکایت کرده که رفته باشه پیش او پیغمبر حضرت موسی و رفته باشه حضرت موسی این همی گل نه رام هست نه قربه میکنه نه کشوار میکنه که خدا شد تصمیم بگیره دلیل خداوند سوار پاتاقا تصمیم میگیره که یک پنج شش بار حضرت موسی میره کل قوم جمع میکنه یک باید میده که نمی گل رام نشته این نمی رو بکشه. بله باز جالب است که این گل بوش شد میگیره به رسال میدونه خداوند سوار دونده میکنه و در این باره همه که تفسیر را ببین منظور مردی نیست که خدای ما پاسه نظر با گفتی بیشتر ما کچیشه یعنی مردم برادر ما بخوانند کار شریف یا کمه که روشن شود دار چیزار خوبی از اینجا. ما ای آیات میفهم این گپایی که زدن کلش هست و ما فکر میکنم همین گپی که خود شما زدین یک دیگه کدام تفسیره کار نداره. امی که یعنی چطور مثلا امی سوال جواب در قسمت در یک قسمت شد بین یهودا و بین حضرت موسی و روابطش با خداوند، در این ما هیچ کدام تفسیری ندارم، اما امی آیات هست و شما اگر هنوز هم شما کدام تفسیری خاص اگر دارین یک دقیقه دیگه برای شما وقت میتونم. تفسیری من دارید که من نمی افراح فرج رفته و اصلا گره مادگر یک وقت دیگه خلوه نمی کنم خلوه قرار نگید که خلوه کرده باشد یک سوال من دارید و دوم آقایی هست که اگر ایسای باشته باشه که ایسای به پیغمبر شکرت کنه که دنی گره من راه نیستن آبیاری نمی کنه و خلوه نمی کنه که خداوند تالا دوانی از یک آیت بفرستن که این ولا گره جان مامن قلبه نمی کنه پیشه ها سرام دار و خارخونه شدید گواهی کرام گیست یک بیشون گره دام از که ازال پیشن گواهی رام نیست اگر با خود این رو بکشیم که ولی این رو رام نیست یا شکم نمیدن را دیگر نمیدن منظور مدنی بود که برادران از قرآن شریف هم بخوانیم یک نفر پیش از اینکه با کشتر یک آدم اقدام میکنیم اول بخوانیم بدانیم سر کار تکرار کنیم کاملا بسیار خوب خوشحال شدم. خب اگر که
روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید. الان محترم روی شما خوش خوبتین؟ شکر دوست عزیزم شما خوب باشین بفرمایید. زنده باشین تشکر. قبل از اینکه موضوع براتون ابراز کنم اولی که من بسیار زیاد متشکر از شما زنی طرز برنامه تان و چیز خودتان که همیشه مردم زنگ میدن و وقت مخالفت های ایدئولوژی که هرچی که دارن قطع نمیکنین، تلفن شما جواب میدین، این بسیار کلان کار شما میکنین. برنامه هایی هست که من در یک از برنامه سازاد می هفته گذشته در رابطه با دین اسلام شو سفید امروز در دارم در می هر برنامه بخاطر همین گفتنی های من که شو سفید دفته در می هفته بستر این برنامه خود در یوتیوب می نم دارم این از می فامیدون که نمی دارم این بسیار وانا جز تحصیل خوشمی ها که می دارم زن می دارم جواب نمی دارم جناب و وسیق که خوب هر صورت بیشتر از بودم بزنیم مطرم یک می که اما جنگ شاون داشتم که امی حضرت پیغمبر که خداوند درش وای روان کده که برو به انسان ها بگو که خداوند معرفی کنه این خودش به نظرم یک مخالفت است که خداوند به انسان ضرورت داره که تا خداوند در طریق بنده دیگهش بشناسد مثلا پیغمبر می ابلاغ میکنه که آن برای خدا هست و این کتاب شفید ولی با دنبال جایی که پیغمبر نمیتونه کسی که بسیار مخصوصا از آقای شروع شد ابو طالب پدر حضرت علی را که بزرگزاری و گریه کرد مسلمان نشد باز گفت خداوند گفته که من که در زیر کسی پرده پرتون تو نمیتونی این چی رکم خداوند دید که همه به اصطلاح جار جنجال در پای از ایش در یک طرف پیغمبرها رو میفرسته و دیگه طرف خودش پرده من داده پیغمبرها نمیتونی با وقت که یک رکم بیچار در پیغمبری که ما شنیدیم همه دروغ است کسانش نامش نیست اما در تخیل است یعنی چرا طرف به نظر مگر بعد از قول نشه من میگم بزرگترین دروغگویان در این جهان از پیغمبرها بوده که بسیار با شعور انسانی تمرین کردن و با خداوند اصلی پروردگار یا آفریدگاری که تمام عالم پیدا ما به یقین هستم یک قدرتی هست که همین جهان آفریده ولی ما نمیتونیم در رابطه با او گپ بزنیم او را تشریح کنیم و او را معرفی کنیم اگر ما ثبوت کنیم خداوند پس خدا نیست هست یک قدرتی هست ولی ما نمیتونیم همین بهتر است که انسان خوب باشیم با هم نو خود خوبی کنیم ضرر به کس نرسانیم همین فعلا دین ما همیست همین رقم یک نتیجه دارم شما در این رابطه چی میکنیم؟ ما برای شما میگم و شما خداحافظی میکنم ما فکر میکنم اساس دین انسانیت هست برای از این که ما یک انسان خوبتر باشیم در اجتماع برای دیگرا کمک باشیم از هر دینی که انسانیت و کمک و دوستی و برادری را پس کنیم و دین دین است که باید از بین بره دین اسلام طی سال صدها سال متمادی برای قتل و کشتار استفاده شده یعنی از زمانی که پیغمبر فوت شد که حضرت علی مصروف تدفین و تکفین بود و در مدینه حضرت عثمان و عمر و ابو بکر مصروف ازی بودن که چطور خود جانشین بزنن تا امروز ای در جهان اسلام ادامه دارد و باید که انسانیت درش تزریق بکنیم یا ترزیق بکنیم یکان در فامیل لغت از بعد از 35 سال که از افغانس تزریق باید بکنیم که چی شود که دین ما قابل پذیرش شد اینمی دین عیسوی ها دو سایزم یک دقیقه تلفن نمیگیرم یک چیز بسیار مهم از سیره باید گوش کنیم ما سالهای اول که آمدم امریکا ایسا ایسا دستفروشی مواد میخریدم از یک جای در دوکان ها مفروختم آمد رکایی یک کیچین ها کیچین کلیبند برآمد در اون نوشته ها بود که مردم در گردن خود بود کیچین بازت یک علقه داشت تکهی که در گردن خود منداختن دمی تکه نوشته بود نوشته های مختلف یکی از این بسیار فروش می شد در این نوشته بود What would Jesus do؟ یعنی Jesus به نظر شما چی می کنم تا که مانای درونیش نفهمی نمیفهمی من واقعا نمیفهمیدم که What would Jesus do؟ یک خانمی که برام کار میکرد از او پرسان کردم باز گفت این مانایش ایست که
اگر تو در یک جای میرسی که نمیفهمی که اینی کار کنم یا نه یا چی کنم، دکلیت بگردان که اگر امیجا حضرت عیسی می بود چی میکرد، چون اینا عیسوی است. یعنی به طور مثال میرسی در یک جایی که یک سگ تشنه است و تو یک بوتلاو داری، آیا می آوا بر سگ بتی یا نه؟ اتو فکر کن که اگر حضرت عیسی می بود چی میکرد، امی آوا برش میداد. بنان تو امی آوا برمو سگ بتی. اینال ما که مسلمان هستم، ما خو گفتنم میتونم که what would Jesus do یا عیسی چی میکنم، ما میگم what would محمد do، محمد چی میکنه. به طور مثال اگر تو در یک جای برسی که یک دختره که 6 ساله در پیشت باشه، یک دفعه در کلگکت بگرده که آه والا 6 ساله، اینا رو تو فکر کن که اگر تو پیغمبر می بودی، رسول خدا می بودی، محمد می بودی، با اون 6 ساله با کدام چشم می دیدی؟ به طور مثال عیسوی ها برشان درس داده میشه، یکی اصل قصه همی هست یا نه و در قرآن هم آمده است که حضرت عیسی را وقتی که در صلیب میخ کده بودن و میکشتنش به شکنجه در زیرش گرمی آفتاب، او دووجه میگفت خدایا کسایی که به سر من این کار کرده ببخششان. یک آدم در صلیب کشیده شدم، دست پایش میخ شده زیر افتاب جان میته و او کسایی که این کار باعث شده میگه خدایا ببخششان. ایناله اگه تو با یک کس دشمنی داری، من ایسی اگه ایسی میگی What would Jesus do؟ عیسی چی میکرد؟ عیسی میبخشی در اونو حالت. اما اگر مسلمان باشی، اگر مسلمان باشی در مو حالت برسی، تو چی میکنی؟ میگی What would محمد do؟ محمد چی میکرد؟ شمشیر تیزو گردنش ده، زنش بگی، دخترش بالاشو، بچهش بگی، کل مال داراییش از توز غنیمت. یعنی اینمی تفاوت اخلاقی است که امروز در بین جوامع اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد. هیچ دین دیگه قتل و کشتار سرمشق کار خود قرار نداده. ما اگر شما پرسان کنم که حضرت عیسی در چند جنگ رفته، غزو یا غزا که میگن، در چند جنگ حضرت عیسی رفته، در چند جنگ حضرت موسی رفته و در چند جنگ حضرت محمد. حضرت محمد در 27 غزو شرکت کرده، حضرت عیسی در هیچ جنگ نرفته، هیچ کس نزده، هیچ کس نکشته. موسی ناغلطی یک نفر با موش زده کشته که تا آخر عمر معذرت میخواست و رسول الله ما باعث قتل و کشتار بسیار مردم شده. اما ما اینمی را سرمشق زندگی خود قرار دادیم. بهتر است که ما در سر ازی فکر کنیم. عین خدا 124,000 پیغمبر رو ای کده، 123,999 هیچ غزو نکده، اما یکی آمده که یه را بزن که یه را بزن. ماناش ایست که به احتمال اغلب در اینجا اینمی گپایی که وجود داره ای گپا دروغ است. ما و شما برای از این که در اسلام و در دین برای دفاع از خود جنگ میکنی، برای عمله به دیگرها جنگ نباید کنی، بخصوص به عیسی یک آدم متدین. از اینی خاطر است که ما نمیتونیم که امرای دین زندگی کنیم که قتل و کشتار سرمشق زندگی ما باشه. بنابراین ما و شما باید که دین خود انسانی بسازیم. ما فکر میکنم که ما میتونیم اگر قرآن به اساس امروز تفسیر کنیم، ما میتونیم یک دین انسانی داشته باشیم. مجبور نیستیم بر علیه دین خود مبارزه کنیم، مجبور نیستیم هموطن خود بکشیم که تو چرا مسلمان هستی، بلکه اینمی دین خود میتونیم به شکل درست در جامعه خود ترویج بکنیم که کلگی ما بتونیم برای خود مصدر خدمت شیم و از همه که در مهمتر در دنیا یک چی شویم، یک امسایه خوب باشه. یک آن دفعه دوستای ما قار میشن، آقای علی میگه که شما توهین میکنین با پیغمبر. نه، ما توهین نمیکنیم، کدام افتخارات هم نداریم. یعنی ما با پیغمبر
ایره قبول دارم که این قرآن از طرف خدا آورده، پیغمبر نامه رسان بوده، پیغمبر اینمی نامه را از خداوند به ما آورده. اینم قدر در خود قرآن گفته شده که پیغمبر بگو با مردم که من جز بشر بیش نیستم. یک آقای نوشکت که گپایتان درست است، الیا میگه، علی میگه، و کسیفا و آبی های کسیف تو کده گپایتان درست، انسان بدین لعنتی. البته احمدزه است دیگه، برای احمدزه یک گپ درست است که بگویه. اگر برین در عکس شما سعی کنین از طرفدارای نجیب میباشه، عکسشان هم میباشه. اما اینه ما تلفنم باز است، میگیرم اینه تلفن هر کس که گپ داره. بفرمایید دوست از امروی خط هستین. سلام عرض میکنم برای جناب عیار عزیز و گرامی و تمام شرمنده هایی که امیل از سطحه عیار گرامی صدای ما را بشنم. درود عرض میکنم. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید. کم بلندتر. من نجیب الله ناطوری هستم از شهر ایتن جرمنی مدارستان شده مهد. خوشحال هستم آقای نجیب الله، بفرمایید. و عیار گرامی، موضوع برنامه شما را که فعلا میبینم در مورد انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم بعد از آقای عامر کرده است. بله. ما موضوعی که میخواستم بیان کنم موضوع ترور دکتر عبدالله مطرح هست. بله. اسمه که در سطح دولت مومن مطرح شد که فکر کنم که دکتر اشرف غنی به اصطلاح شکست ده که اینا در اوباد خوردن، اینا هم مطمئن شدن و تصمیم دارن که دکتر عبدالله را ترور کنن. آیا شما به این نظر هست؟ چی فکر میکنید این موضوع؟ سوال باشین باشین. ما پیش از اینکه حتی فکر کنم، ما میفهم که اگر از دست اشرف غنی شو همی کار رو میکنن، 100% میکنن. برای عبدالله و تیمش بسیار ضرور است که بخصوص در دو سه هفته آینده بسیار زیاد محتاط باشن، جاهای مختلف نرن، در موهرگام خواه نشن به خاطر از اینکه رقم آقای مارشال فهیم زار نتنشن، نان که از ارگ میای نخورن و در چیا نباشن. از این خاطر ما حتی بدون از این که بفهمم که کی در این شامل است یا کی نیست، این را من کاملا قبول دارم. دوم تانه کتا بگوین، اگه وقت بود میگیم اگه نه هیچ. درست. موضوع دوم آقای عیار گرامی، من تقریبا با شما 100% هم نظر هستم که احادیث که به حساب موضوع دینی هست، البته الحمدلله خود مسلمان هستم، یک نوادم مسلمانی هم فکر شما دیدگاه اکثر دانشمندهای امروزی یک شخص اکادمیک که بحث میکنم در مسائل اسلامی. موضوع بعد از آیات های قرآن ما در این مرحله که در قرن به حساب جنگ زندگی میکنم که قرن انفجار نامیده شده، در قرن انفجار همه چیز ما مورد بحث مباحثه قرار میشه. این موضوع بعد از مسائل مثلا از قبیل از تاریخ تو و تاریخ فقط ایدیا ما، اگر شما دست تاریخ زن یا مرد باید خطر شما، آیا ما در این شرایط امروزی که روزانه مثلا در حدود از 50 تا 60 تا 70 مثلا حداقل 100 نفر روزانه دزدی میکنن با مو معیار شرعی که ما نمیتونیم مثلا دست یک نفر به حساب خطر بکنیم، یا دست یک دست راست پای چپ یا دست چپ و پای راست یک شخص؟ بله. من خودم شخصا در وقتی که طالبا تخار را گرفتن ولایت تخار من در اونجا حضور داشتم و اینا دست یک شخص گرفته بودن خطا کرده بودن در چوک تخار، دست از این اصطلاح مانده بودن که پشه ها دست از این را میدوند و تقریبا در او یک قتل خور کنم. والا که میبینه بسیار اگانت روحی روانی بسیار زیاد وحشتناک در ذهن ما مثلا خطور میکنن. آیا به نظر شما عیار گرامی در همچون شرایط ما میتونیم که بعضی از مسئول سوید میتونیم که در یک هزار چهارصد سال پیش بوده در شرایط امروزی ما تطبیق کنیم؟ بسیار تشکر. به نظر ما در جامعه امروزی هر کشوری که به این تصمیم میگیره که دست یا پای یک نفر قطع کنه به اساس دوزی کاملا غلط است، مخالف موازین انسانی و اخلاقی از این جامعه است. دیگه ای که در اسلام وقتی که میگه که دست و پای قطع شه، در یه هیچ گفته نشده که شرایط از اون نفر رو ببینی. اگه یک نفر 5 اولاد داره، یک زن
شش مرده از گشنگی اولاداش میمره و از میخانه ما بیای دوزی کنه. اول خب پستی ماست که مامور کمک نکنم کمو دوزی کنه، اما اگر او بیای امیر دوزی بکنه والا ما از گیری خود میمرم که امو دمو حالت از یک از خانه ما دوزی کنه. ایره ما باید ببینیم که یک کس چی را دوزی کده. این اشرف غنی را گردنش را قطع کنن و بسیاری خائنین امروز به خاطر که اینا دزد هستن، دزد تمام دارایی ملت هستن بدون دلیل نکته ها را زدن، سگ خارجی هاشن مملکت را دوزی کدن. بله در اینجا باید ای کار را کنن. دزد اینست که برای چی؟ اگر نفر از روی شهر دوزی میکنه و کارهای میکنه که جامعه را و کجا میبره، او باید جزا داده شد. اما یکی جزایی که دست از این را قطع کنی، باز پایش را قطع کنی، بازیشه، این یک کار درست نیست. ولی یگان وقت یک جامعه باید جلوگیری کنه از این چیزا باید کنیم. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستیم. بله، سلام علیکم شفیع عیار جان. من سلام با تماس میشم. بله، ما یک سر سوال داشتم از شما درباره عیسی مسیح و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال من این است که همیت زمان عیسی مسیح که از روح القدس پیدا شده و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرین پیغمبر ما فرستاده شده، و این اینیا چرا اتفاق هایی است که در زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم هزار قتل مثال حکمرانی از چیزا صادر میشد و زمان عیسی مسیح دیگه نبود، و در زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند دانه زن روا بود، یعنی 7 دانه، و در زمان حضرت عیسی علیه السلام هیچ به حساب حکم صادر از طرف خدا نشده بود. ما میخواهیم درباره از این چیز یک برنامه درست کنیم که بین عیسی مسیح و بین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی فرقی است که اینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم هر قدر بالا میگن و حضرت عیسی علیه السلام که از روح القدس درست شده و اینا را میگن که درباره ازی میگن کتاب ازی قابل اعتبار نیست و چیزی که در قرآن آمده از خدا او را چیده. پس خدا اشتباه کرده است پیغمبرها را که فرستاده اینا پر خدا اشتباه کرده، یا این مردمی که مسلمانای که هسته کلش درمان دیگه کل فکر کنم یک ملیارد خدا وجود داره در روی زمین که هر کدامش هر چیز هر روایت هر فیصله و هر چیز بکنم. تشکر بسیار زیاد. بسیار تشکر دوست عزیزم. در قرآن آیات است که بین پیغمبران ما هیچ تفاوت نگذاریم. برای ما منعیس یک مسلمان اصلا تفاوت بین عیسی و موسی، محمد و غیره نیست. اما اکثر مسلمان ها در جنگ هایی که عربا برای چپاول در شرق میانه و دنیا کردن، امی مردم های عیسوی و چی موسوی ها پیسدار بودن، پیشرفته بودن. ای عربای مکه و مدینه امی یا بسیار غریب و بیچاره بودن، یا برای چورانداختن اموال از اونا و گرفتن زن و داراییشان اینا اینمی جنگ ها را دامن زدن که گویا عیسوی کافر است، موسوی درست نیست و ای. اما نظر به قرآن هیچ تفاوت بین مسلمان، موسوی، عیسوی نیست. در قرآن آیت است و ما این دعوه را تا حال بسیار کردیم در برنامه های مختلف. 8 سال پیش که ما آمدم بسیاری مردم در اینجا میگفتن، همین ملا میگفتن که اونا کافر هستن، اما ما آمدم این را ثبوت کردم که نه، اینا کافر نیست. به اساس قرآن اینا مثل ما مسلمان هستن و ما باید که این را با مو اساسی که قرآن است باید ببینیم. برای ما تفاوت در این قسمت وجود نداره. آقای شفیق رحیمی میگن که برام زنگ بزنیم. ما به شما زنگ زدن نمیتونم دو سایزیم برای هیچ کدامتان، اما باشین که از فیسبوک یک دوست ما را بگیرم. بخیال اونا با همین نظرات ما مخالفت دارن، ما اونا را میگیرم. همایون نجرابی، آقای نجرابی عزیز سلام عرض میکنم، روی خط هستین، بفرمایید. سلام، ما میخواستم نمواره انتخابات و بعضی از گوشتم فکرهایی که در کشور ما امروز آمدم زمان و امور رو به دست دارم صحبت کنم. یک بگم که مثلا آقای اشرف غنی
آقای خلیلزاد و یک تعداد دیگر تکنوکرات هایی که در متاسفانه و خوشبختانه در کشورهای غربی زندگی کردن دستشان به خون ملت آغشته نیست. مگر همون دکتر نجیبی را که بعضی ها از به حمایت میکنن و همچنان از آقای غنی حمایت مگر امین آنم که راکت استنگر برای خرابترین و بدبخترین انسانی که گلبدین حکمتیار کم بود ما شما میشناسیمش بله تیپی است و چقدر دستش به خون ملت بیگناه ما آغشته است امین استنگر برای زمین ندادن که در حال ما را از بین ببرد کاملا کاملا خب در اون وقت البته گپ دیگه بود اما امروز ما برای شما عقب دیم آقای خلیزاد همی هفته دو دفعه با نماینده طالب در پاکستان دیده اما اگر شما برین ایره تقریبا پیش برین 30 سال پیش برین 35 سال پیش برین آقای خلیزاد در پشاور میافین که همیشه با اینمی و مخالفین حکومت های مختلف افغانستان یک جای بود چرا؟ نه به خاطر که اینا مخالف نجیب یا غیره غیره بودن بلکه در اینجا مسئله آقای خلیزاد البته با یونیکال بود کمپانی کلانترین تیل اینا میخواستن یک پایپلاین از آسیای مرکزی بکشن که به پاکستان به و از این طریق گاز و نفت از این مملکت ها را دوزی کنن در بازار بفروشن این جنگ جنگ تیل و طلا و تریاک است تیل و طلا و تریاک طلا به معنای مواد زیرزمینی تریاک که از افغانستان میبرن و تیل این جنگ آقای عبدالله چی آقای خلیلزاد نماینده از اینمی کمپانیا بود مردم امریکا را مردم باید کس باید بد نبینه مردم امریکا مثل ما زحمت کش چیز اما اینمی کمپانی های کلان اینا کل دنیا را به شمول دارایی های امریکا را در تسلط خود دارن و میخواین که برای خود استفاده کنن از این خاطر ما فکر میکنم که آقای خلیلزاد از اون وقت حالا یک مامور کمپانی های کلان امریکایی است متعاد افغانستان مردم تو فکر میکنه که خلیلزاد خواه افغان صدمی دلش به افغانستان میسته از خلیلزاد که در امریکا ها برای ما شما به ترحم میبینه نسبت به خلیلزاد دلش بله هم بله هم مساکره که در افغانستان همون مساکره مسئول بیچاره که توسط همین سیاست ماموها در افغانستان جنگ کردن همین روزها کنون روزی هست زیادترین اینا خود را آویزان کردم یا خود را اعدام کردم به خاطر که ما برداشتم دیدنم و قتل عام مردم مظلوم ما را نداشتم و اما تو مفهوم که اساکر امریکا هم که میرن از جنگ پاکستان اونا هم آمار است آمار وجود دارن بله 6000 یا 6000 من کنون مشکل با مردم امریکا یا روسیه یا کنون کشور دیگه که در خاک ما تجاوز کرده ندارد ما با خواهیین خود دارم مشکل که البته یکی از اینا اشرف غنی است که امروز همون مردم ما که از دکتر نجیب حمایت میکنند و آمدن اون پشت اشرف غنی ساخت شدن ما میگن کاملا دست از این به خون ملت آغشته نیست شما نیست کی میگه که نیست مگر اینا نبودن که خونخوارترین انسانها را کمون طالب و حکمتی ها و نمیدانم این نوانشن حمایت میکردن لابی های دونن که با امریکایی ها میگفتن با کی باید پول داده شد و با کی باید پول داده نشد مکرمانی ها نبودن که در مملکت ما اومدن در تحولی که شد امریکا کامل کاملا کمک های خود جیر میگرفتن کاملا کاملا آقای نجابی ما خیلی خوشحال هستم که شما در اینجا ایسه گرفتین تا باز در برنامه دیگه هم شما میتونید که با ما باشین خوشحال شدیم تلفنم باز است از کلتور زخمی از فرهنگ نابود شده خیلی آور خواستن درود بر کسانی که ذهنشان آقای رگزار پرویز رگزار آقای هر شما میگین کیسوی ها و مسلمان از درست است که در قرآن گفته شد شما برای من فقط در تقویتان برای برطریت نمایی سویه کجا تقوی دارن خب اینی نظرات شخصی ماست که آیا ای سویه تقوی دارن یا ندارن بفرمایید دوست از این روی خط هستین بله سلام علیکم آقای آرکت شما رو رحمت میتونم آبالا
خوشحال هستم. من سوال داشتم درباره سازمان ها. بفرمایید. سوال من این بود که یعنی 5 سال که شما برنامه ایجاد میکنید و برای مردم بعضی چیزها را تشریح میکنید، چرا این سازمان ها را گسترده نمیکنید؟ چرا میره در افغانستان در جاهای دیگه که مردم بتانه از او یک رهبر داشته باشن، یک جایی برای درد دل، برای همه تماس پشت تلفن یا از طریق فیسبوک یا از طریق یوتیوب دیگر هم حل نمیشه. کمی 5 سال ما فرمانه شما را تحقیب نکنم و میبینم و ما خواهشمند هستم که سازمان ها در افغانستان بتانیم ما بسیار تشکر. ما فکر میکنم که سال آینده عیسوی یا سال آینده خود ما هجری ما در افغانستان سازمان ها برگزار میکنیم. پلان ما ایست که در 5 سال آینده انتخابات دیگه اگر افغانستان مانده باشه و انتخابات، ما از خود کاندید میتیم و تلاش ما برمی است که قدرت بگیریم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. بسیار خوشحال هستم. صدایتان کمک میشکنه. چی؟ صحبت کنین دوباره کم آیستتر و بلندتر. بفرمایید. آقای عبیب سکندری که میگن اگر برای مناظره تیار سی زنگ ده، من نمیفهم که خود کیستی. ما مناظره بسیار ببخشین تلفن شد. مناظره اگر شما کدام سوال دارین اونا اینجا نمره ایم است زنگ بزنین. مناظره خوی نیست که هر کس از روی سرک بیایم و مناظره کنیم. بیا که مناظره میکنیم. یعنی یک بچه ها که صنف اول میتونه یک بچه صنف دوازده را بگه بیا که مناظره کنیم؟ نه. اما شما دیدین که اکتیاد زیاد ملاها آمد کتشان مناظره کردیم. مناظره اینمی است که توی اگر پا تشریح میکنیم همه هم تشریح میکنم و تشریح میکنن، اینمی مناظره است. اگر که شما فکر میکنین که شما کدام گپ دارین برای ازی که سوال کنین، بیاین دمیجا چی کنین، زنگ بزنین، گپتان رو بزنین. این که ما رو بیایم کرد تو مناظره کنم، یعنی اینمی مانای مناظره را احتمال داره که خودت نفهمیدی. بفرمایید دوست از امری خط هستین. سلام عرض میکنم. سلام دوست از بسیار خوشحال هستم آقای نقیب. پیشتر صدا خراب بود، قطع شد، هنوز هم صدا کم خراب است. اما ادامه بتین ببینیم. تشکر. بیشتر درباره انسان با بعضی چیزا یعنی آماده نیست. بله. این می نظریه نظریه انگلیس است. اگر شما ببینین رنسانس اروپا را ببینین و یا رنسانس اسلام را ببینین. بله. خیلی این بازم که قسمی از دین کار این آماده را پیش کردن به جامعه. بله. ایش بسیار جمعه مهم است. بله. درستان اینا نظریه خود را پیش بردن، بلکه نظریه را برای مردم یاد دادن، مردم یاد گرفتن. کاملا. مثلا نفل این زاویه که به اصلا فریدی یاد میشه فعلا. بله. اصلا مردم اگه فعلا عدیاد نمی کامد نفل فریدی چی مانا دارن. بله. و این نظریه انسان وقت آماده نبود برای این چیزا این بسولی غلط است. بله. برای اینکه امروز انگلیس این می نظره رو برای مردم بکر که انان انسان به چیزا آماده نست. مثلا کمونیست‌های اتمی در افغانستان نگفتن که با تمام افغانا از 20 ساله یا 30 ساله یا 40 ساله باید کل بی بخورن که پشت نو و وجود بیارن. کاملا ما علمشان این نمی رسید که این جامعه را و در دور اقتصاد باید اینا جامعه را که قسمی که پیش بکنن.
اقتصاد من میخواستیم اقتصاد دنیا رو مطالعه نکرده بودن مثلا اقتصاد امریکا رو مطالعه نکرده بودن ولی نیمی چین در ظرف 20 سال از زمین خود خیستان حالا به فضای خارجی و به مختار به مختار که پروی زنن بیدش در مختار کاملا ما با شما هم نظر هستم که ما نمیتونیم بگیم که جامعه آماده نیست البته ما طرفدار از یام نیستم که یک دفعه سر بام خیز بزنیم پایین که بگیم پرواز میکنیم اما به هیچ وجه این گپ درست نیست که بگیم جامعه آماده نیست ما وقتی که دفعه برنامه خودم میخواستم جور کنم رفتم پیش چی؟ پیش تلویزیون نور بوده وقت 8 سال پیش ما رفتم با اونا یک چی کردم مجلس داشتم که چون گپ زدم اما آقایی که رئیس بود گفت آقای یار کل گپ های درسته والا بسیار خوب همی چیزا را تشریح کردی اما مردم بسیار جاهل است نمیشه ما گفتم مردم جاهل نیست انسان جاهل نیست انسان زاده مطالب و معلومات است که برش داده شده ما با یک امریکایی با فرانسوی با چینی با هندی هیچ تفاوت نداریم معلوماتی که در کله ماست ما را ساخته همین معلومات میتونه که جایگزین شوه یک معلومات بهتر انسان ها هیچ کدامش به ذات خود جاهل نیست معلومات میتونه که نو شوه و انسان ها نو شوه ما با شما موافق هستم که چی بکنیم که باید با این معتقد نباشیم که جامعه وقتش نیست نه جامعه را باید تغییر بدیم منتها با یک طریق معقول و منطقی که بتانیم جامعه را نجات داده باشیم بله اینمی ملاحیات دیده که شما در باره که دیده خود هم گفتن ملاحیات این نظرش از ملکی انگلیس بیرفته میشه یعنی ما همه که ملکی ویل از طرف جاسوسان انگلیس از طرف امایتیس انگلیس از طرف بانکراس انگلیس ملکی انگلیس و خودشان را دیست رسند این انگلیس بله درباره زندان پیغمبر یا درباره زندان مکدام بلای دیدین یه بلای اقامه ملکه انگلیس میخواه که مردم این سلام اینن توسط انوارمنتل کاملا ما با شما هم نظر هستم شما را میمانم در برنامه دیگه باز شما را میگیرم دوستای زم شما میتونین که زنگ دین از طریق فیسبوک هم میتونین زنگ دین لاین باز است همیشه یک آقا نشته کده در مورد نجس بودن سگ در قرآن چیه چیزی که سگ نجس گفته باشه وجود نداره ای عربا بین خود خودشانی غولگری را کدن که سگ نجس باز یک آدم ساده مثل اوغان گرفته که والا رسول الله گفته سگ نجس هست نه برعکس سگ در قرآن زیاد خوبتر از هر حیوان یاد شده در چی امی سوره بسیار ببخشی نمیال شد سوره کهف آل کهف سگ در قرآن گفته میشه میگه بعض ها میگن که 3 نفر بود 4 سگشان بود بعض میگه 5-6 سگشان یعنی شاید در تعداد غلط کنم بعض میگه 7-8 سگشان بود 8 در جمله آل کهف یعنی اونا خوبترین مؤمنین بودن سگان در جمله دیگهش آمده ای جای قرآن گفته نشده که سگ کثیف است بنان ای تصور عربا چرا سگ بین عربا چی شده یک جنگ بسیار عمیق بوده بین اموی ها و عباسی ها و فامیل حضرت علی اونا برای شکار سگ نگاه میکردن بازی از خاطر که اونا را بد بگوین میگفتن سگ و سگ باز هستن مثل خالصیمین که عمر خطاب آله میگنه اینال دونو سگ دقات زدن بدنام کردن خودشان باید بدنام میشدن اما سگ زدن بدنام کردن سگ به هیچ وجه به حیث یک حیوان بد گفته نشده در جمله اصحاب کهف یاد شده
و دمیج خوبترین مسلمانات حالا در جمله اصحاب کهف هم امروز نمیتونه بیاید. به این خاطر سگ اگر وان بسیار خوبه از سگ میتونیم والا بسیار یاد بگیریم. امی کسایی که سگ دو میزنن اگر یارکت یک چهار تا سگ برای یک چی ایلا کنی، برای یک در خانه برای یک پنج سال یاره یک جا ایلا کنی، بعد از پنج سال یادم بسیار اگر آدم خوب میشه. او سگا از این شاید چیز یاد نگیرن، مگه این آدم از او سگا یاد میگیره که چی رقم وفادار باشه، چطور با هم دیگه باشن، چطور صمیمی باشن و چطور از یکی دیگه حمایت بکنن. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرماین. آقای سلام علیکم. سلام دوست عزیزم. صحت شما خوب جانجورم. من بریالای هستم از کالیفرنیا شما رو دوباره. آقای بریالای خوشحال هستم، بفرماین. من فکر میکنم تا که غنی خود را جای عبدالله فکر نکنه و حکمتیار هم خود را به گفته خودش به جای یک پنجرمن پنجشیری فکر نکنه، مشکل خود را درکنه نمیتونه، مشکل یکی دیگر را درکنه نمیتونه و تا که نیتهای خود را پاک نکنن به هم دیگر و صداقت پیدا نشه، پیشرفت و آرامی در وطن ناممکن است. بله. اوی قوم پرستی و اینمی چیزا کلگی افغانستان رو خراب کردن. بله. اما تحت فاره دیده شد که در انتخابات سابق خود اشرف غنی گفت که من مریض هستم و من شاید چند آباد بمرم یا به می شکل اگر نمورده باشه فریب دادم مرد مزبک موضوع بسیار حمایت کردن و او رو سر قدرت ساختن. امروز دیدم اینجا که اشرف غنی تو رو گفته جور تیار است، حتی امروز دیدم که اکی طفل پنج ساله در بغل خود چکر می داد. آها آه بله آه می خواهد که با مو رقم خدا یک آدمه که خوب نشان بده، اما این کثافت ها کلگیش در واقع غنی تنها نیست، امی کثافت های دیگه هم که در مقابلش اکثرش خائن و بشرف و وطن فروش، اون نفرایش که در سطح پایین و علایدست همی کاندیدا که بودن، اما دمی بالا به خدا که خائن و وطن فروش نباشی، که امی عبدالله خائن و وطن فروش نباشه اگر دمی انتخابات دمی اسی که هست اگر در عمر قرار بگیره و دو دفعه انتخابات بردگیره تسلیم کرد به خاطر که از امریکا برش اشاره شد. گپ خود درست است، ولی تا زمانی که ملت ما یاد نگیره پشتون که چطور نوکر ازاره باشه، ازاره که نوکر ازبک باشه، ازبک که نوکر تاجک، تاجک که نوکر نورستانی و ترکمن باشه، همین رقم تا که ما یاد نگیریم که چطور نوکر یکی دیگه باشیم، دوست یکی دیگه باشیم، این کار حل نمیشه. یک دقیقه باشین خبا، یک دقیقه. خباهای هنر از عیب جویی چاک شد بدل، چوریانی لباس نیز گرمشگان و همدوزی. اما ترسته آقای متوکل ادامه بتین کتا مرسله دومی نویست آقای رایی این ملاها هم به پشت پانر جوان است و دیده میشه که و حتی بنام عدیس پشت پیغمبر خدا تا اینا تومت میکنن. مثلا ملا آیت الله شما نشانه دیگه میگه پرکاری دندان حرام است. بله. در صورتی از اینکه صد سال پیش تر دندان وجود نداشت و پرکاری هم وجود نداشت. کاملا فکر میکنم اینا همه کتاب های قصه‌خوانی بشار که ساخت انگلیس هست بیره خواندن و بر مردم تبلیغ میکنن تا اسلام هم بسارن. کاملا بسیار خوش تشکر. یک چیزی که ما انوزم به درستی نمیفهمیم که اسلام امروز در دست کیست؟ اسلام امروز در دست انگلیس است. از چی وقت؟ از سال 1980 وقتی که ببخشید 1918 وقتی که انگلیس ها حکومت عثمانی، امپراتوری عثمانی را در عربستان شکست دادن، بنا عربا را خیساندن به نام آزادی و آزادی خواهی، بعد از او عمله کردن خودشان قدرت گرفتن مدلیس یا شرق میانه از عربستان تا مصر تا جردن تا غیره و غیرش کلش در تسلط انگلیسه. این سوریه که خودش شاید از تسلطش خلاص کرده باشه، همیاله دیگرا کلگیش در دست انگلیس است و اسلامی که دیزاین میشه همیاله ملای کلانی که دیزاین میشه کلش توسط انگلیس میشه، منتها دستورشه که میگیره، دستورشه ما میگیریم، ما انجام میتیم و بر قتل عام مردم خود او را استفاده می کنیم.
آقای خانم پرویز را با آقای پرویز را گذار شما میتونین زنگ دینیم این نمره تلفونه. خوشحال شدم دوست عزیزم. خب شما میتونین که زنگ بزنین. ما یک مردم استیم که کمترین کتاب ها میخونیم، شاید دمی ایج جای دنیا برابر ما مردم کم کتاب نخونه و یکانه کتاب رو که کمک میخونیم نمی عربیست که علک زبرند زرند پشن انان کل زندگی رو دمی تیر کردیم، یا بگی ای را از یاد بخوان ای را و او را از یاد بخوان اونمی رقمی کل اگه افتخارات زندگی ما داییست که بچه این به خدا چند آیه را چه سوره را از یاد یاد داره، بچه این به خدا قرآن شریف از یاد یاد کرده. اینو می بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. سلام علیکم آقای شفیع. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. تشکر، زنده باشد. من خواستم ارتباط این خوابات صحبت کنم، با فکر کنم مهمترین همین صحبت های شب روز افغانستان و تنوشتاد بر افغانستان همین خوابات نظر به سوال هایی که برنامه هایی که دوست ها بحث میکنم. کاملا عقل شما سر بفرمایید. خودت کاملا حق داری که در این مورد گپ بزنی، بفرمایید. تشکر. ما در قسمت از این گفتم بخاطر که پیش شما و بعض دوستا در این ادعا داشتن که انتخابات تقلبی هست، جای شک نیست که انتخابات افغانستان نکنم، انتخابات افغانستان انتخابات های بسیار کشورهای بسیار پیشرفته تر از افغانستان تقلبی در اون تقلب صورت میگیرن. اما بیاین بالای از این بحث بکنید که بعض دوستا در همین کمیسیون انتخابات اعتبار ندارن، وقتی که اگر شفافیت در انتخابات نباشه، یعنی به این معناست که اگر آقای شفانی کامیاب باشه شفافیت نداره، اگر آقای عبدالله و یا آقای نبیل و یا امثال دیگه کاندیدتورهای دیگه کامیاب باشه اونا شفافیت اونجا برآورد شده، اما اگر آقای شفانی کامیاب باشه شفافیت، آیا شما این را عادلانه میخوانید؟ نه، پیش از اینکه این را عادلانه بخوانیم، یعنی سرمنشه ازی از کجا شده؟ مثلا در دوره آقای کرزی هم تقلبات بود، اما قدر زیاد نبود که یک کس بگه که نه این یه تشدی تو در دوره اول هم دوم هم برای آقای کرزی. این از کجا شروع شد؟ این از انتخابات قبلی آقای غنی شد که انتخابات گوسفندی گفتن که گوسفندا رای میده و این با اسناد و شواهد انتخابات که مثلا در او تقلب 100-200 نفر باشه نه، بلکه 100,000 200,000 300,000 تقلب صورت گرفت. از اون روز به بعد مردم علاقمندیشان و اعتبارشان به سر انتخابات و شفافیتش رفت. اگر امروز آقای نبیل امیر برنده شود شفافیت وجود دارد، چون ما قبول کردیم که نبیلی کار نمیکنه، پدرامی کار نمیکنه، بسیاری از یا نمیکنه. کی میکنه؟ کسایی که میکنه کلگیش سگای خارجی هاست، اما سگای بالاترین است که خارجی ها میخواهند که سگشان باشد افغانستان. آیا آقای عبدالله هم اون سگ هست؟ بله، اما سگ اصلی و اول آقای اشرف غنی است. بنابراین اگر اشرف غنی شبه اون شما میبینین، عبدالله میگه رأی که بایومتریک نشده خونساکو از بین ببر. طرفدارای غنی میگن نه، رأی که امینوش نشده حساب کو. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه یا از جاهای که در اوج 100,000 رای نیست 500,000 رای آورده و هیچ کدامش. ما امروز در برنامه ام گفتم که در یک جای در رای بایومتریک وجود داشت، 9 رای بایومتریک، 400 چند رای که ناقص بایومتریک نیست. غنی میگه کلش حساب کو. چرا غنی را میگه؟ به خاطر از اینکه غنی میفهمه که بدون از او نمیتونه که برنده شوه. از همین خاطر است که اگر غنی برنده شوه به اساس اونو رای ها میشه. از او خاطر ما این را جدی میگیریم. در غیر از اون تفاوت بین غنی عبدالله و دیگه دیگهش نیست، هر کدامش که کنه. غیر از همین غنی هر کدام از این که شوه، چنانچه گفتین ما بسیار فکر نمی کنیم که اینا تقلب کرده، اما اگر اسناد تقلبی هر کس که بگه، اگر پدرام بگه که رای بایومتریک حساب نکو، هر رای که آمده حساب کو، دستش در تقلبه. اگر همی آقای چی مسعود هم بگه، ولی مسعود هر کدامش که بگه در تقلب یا به طرفداری از تقلب گپ میزنن. متوجه شنین؟ من میخوام شما صحبت کنم، خلاص شما باز دیگه باز اگر امکان داشته شما صحبت کوتا، چون که وقت نیست کوتا شما بگوین. کوتا میگم تکنه شما امی لحظه من از قسمت آخر صحبت شما اشاره میکنم به اینکه شما گفتین آقای شاغنی میگه که بایومتریک اگر
غیر بایومتریک نه نگفتم اشرف غنی نه نگفتم اشرف غنی نه همین نظر شما گفتن که تیم اشرف غنی میگه آه طرفدارای اشرف غنی بله طرفدارای اشرف غنی طرفدار اینا مثلا طرفدار یکی است مثلا یکی رسما ما برای شما ماندم فضلادی مسلمیار که نفر مهمترین از این انتخابات غنی آمد گفت من به زور سرتان حساب میکنم راهی که بایومتریک نشده یعنی ما تا نمیگیم که کدام نفرک از کدام جای میگه غنی بابا زنده باد راهی را حساب کنی نه اترکایی نیست بفرمایید خب ما یک سوال دیگه شفیق سوال نه، امی یک نظر خود ورش داره، ثبات از این بتاست آیا امروز این مصاحبه که امی بیانی که آقای اشرف غنی امی یک هزار نمره را یا یک هزار اپارتمان را که برای نیروهای امنیتی گفتن که ما دادیم یا میشیم یا برشکل بود در اونجا اونا یک نظر در اونا در اونجا گفتن که برای ما شما فقط سه هفته دیگه وقت دارین که ما با شما با خدمت شما باشم یعنی خود آقای اشرف غنی با زبان خود گفت که سه هفته ما در خدمت شما هستم هر مشکل هر پرابلمی که باشه یعنی شما فکر کنید جمهوری که خودش با خود حق نمیسته که پیش از این کمیسیون اعلان بکنه پیش از این کمیسیون اعلان بکنه برنده انتخابات میای برای می که در سه هفته آینده ما با شما کمک کنم میتونه این پلانای که ما شما دارید پیش ببرید اما خود سه هفته رئیس جمهور نه افغانستانی که خودش است یا آقای عبدالله نه نه ای اوسالای سرمنگسک غنی ای اوسال آی سرمنگسک غنی در پنج سال گذشته گفته در 18 سال از پشت پرده گفته ای گپا کدام مانا نداره غنی امیال ما فهمیدم هدف شما نه باشه ما هدف شما را بگویم هدف شما ایست که یک لحظه اگر من وقت کنم فکر تو شما وقت دادم باز بکنین اما شما ضرور نیست که مرا وقت بتین ما شما را وقت دادم 30 ثانیه دیگه وقت میتون بتون گپ بزنین ما برای شما میگم که یه افسانه سرمنگسک غنی زیاد گفته سال اول آقای قاسانی از آقای اشرف غنی پرسان کرد گفت آقای اشرف غنی شما وعده 1 میلیون کار داده بودین اینی امروز گفته بودین که هر 6 ماه ما ورق امتحان خود با ملت میتیم برای ما نمره بده یک سال تیر شد اگر می ورق امتحانتان با ملت بتین ناکامی سپارچهتان چی میگین؟ سوال بسیار بجا اما ما در کشورهای خارجی اینت یک جلسه داره باز ما در اوجه میگیم که چی کردیم اشرف غنی رئیس جمهور مردم ما اصلا نبوده سگ شکاری بیرونی ها بوده امیال یا مست هیچ حالا را که میزنه که این ترکایی سترکایی و گپا کدام مانا نداره به او چیزا ما فریب نمیخوریم وقتی که رای باید غنی امروز استاد شد بگویه که رای بایومتریک ناشده را حساب نکو ما من ایسی یک رئیس جمهور دستور میتم حساب نکو امطور که عبدالله میگه امطور که تمام کاندیدا میگه این چالایش در سر ما نمیخوره که 3 هفته بعد رئیس جمهور نبتان میاید مانایش ایست که من بسیار یک آدم شایسته هستم چی نمیکنم او رو شما میتونین که بگیرین من غنی شناسی دارم ما در سر غنی کتاب نشته کردیم در 5 سال پیش که غنی هیچ کس نمیشناختش ما غنی رو معرفی کردم گفتم پسترین رئیس جمهور در تاریخ ما میباشه برحال 10 ثانیه دیگه آخری گپ از شما در دستانه ممکن نیست اما یک چیز مقال شما بگویم به صفت یک جنرالیست یا به صفت یک نفر پاکشوی که شما دارین وقتی که یک رئیس جمهور رو میگین که چالای زی به سر من نمیخوره آقای اشرف غنی اگر یک آدم که اگر سیاستمدار بگویم اشتباه نمی کنیم بخاطر یک آدم متفکر است در خوانده تحصیل کرده وقتی که خودش نه حق به خود نمیده و شما برای شما همین لحظه خودتان گفتیم که آقای اشرف غنی بیاید در میدیا بگوید که ما با رایهای غیر بایومتریک قبول نداریم این ضرورت به این نیست بخاطر که وقتی کمیسیون دایر میشه منتخب از تمام کاندیدا میباشد اونجا دیگه کسی حق نداره ای که افراد آقای اشرف غنی بحث میکنه که باز فضل بعدن مسلمیان شما اشاره کردین و او معذرت میخواید اون مسئله جدا اما خود در سطح بالا وقتی که آقای عبدالله و اشرف غنی بیاید بحث بکنن و بیاین بگویم که این مسئله حل شدگی به خاطر کمیسیون مستقل است یک شما غیر بنده بسیار خوب برتان وقت دادم بسیار تشکر این نظر شماست ما به نظر شما احترام میمانم آقای غنی هم تا که تمام کاندیدای دیگه گفت حتی گلبودین حکمتیار گفت که رای غیر بایومتریک شده حساب نشه
ما با آقای حکمتیار بسیار نزدیک نیستیم، اما یه عمل ما انسان‌ها رو به اساس هر گپش سنجش میکنیم. آقای حکمتیار همین گپش بسیار یک گپ درست است، مانایش است که نمیخواهد تقلب قبول کنه. آقای غنی یگانه کس است که نگفته که رای بایومتریک طرفدارش میگه حساب کو هر رقم رای که هست، چرا میفهمن که یگانه را اونمو است. عبدالله میگه، تمام کاندیدای دیگه هم میگه که رای که بایومتریک نیست حساب نکو. غنی ما برای شما ضمانت میکنم که اگر رای بایومتریک تنها حساب شود و رای تقلبی پس شود، امی غنی یادتان باشه که از گلبدین حکمتیار کده رایش کمتر میباشه، این بازی رو سعی کنین. اما این که در وجه شما فکر میکنین که آقای غنی فامیده است و سیاست مدار است و درس خوانده و اینا، او چیزا رو ما غنی رو از گپ زدنش میشناسم. از چی نیست؟ از من از رنگ خرامش میشناسم. خب دوست عزیزم، شما میتونین که زنگ بزنین. آقای قربانی میگن که ما را بالا بیارین، ما شما را بالا آوردن نمیتونم، این سیستم ما فرق داره، مثلا در جایی که مردم میتونم من نمیتونم، اون سیستم ندارم. دوست عزیزم بفرمایین روی خط هستین، روی خط هستین دوست عزیزم. برای شویجان سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایین. درستان خوب جان جور، من رشاد هستم، از تلیسی صحبت میکنم. آقای رشاد خوشحال هستم، بفرمایین. ما بسیار همیشه یوتیوب و فیسبوک خود تا میبینم چنل تا. من در باری هم انتخابات میگفتم، من خب درستی که امی دکتر عبدالله در می خود برنده انتخاب کرده، صاحب از ایچی طور رسیدن خود از به یک ما برنده هستم که شیخ هم چطور دیدر پنج سال 50% حکومت هم پیشش بود و ما مردم شمالی ها هیچ کاری نکردیم. ما برای شما بگویم که اول آقای عبدالله باید خود برنده پیش از وقت حساب نکنه. اگر میگه که احتمال داره ما برنده باشیم، میتونه بگویه. اما هر کسی که در ایجه بگویه که ما برنده هستم، یک کار ضد قانونی میکنه، یک چی شک و تردید برای مردم ایجاد میکنه. انتخابات خلاص شده، اگر کس بگه ما برنده هستم، تنیس کال مردم بده و برش رای بده کمی برنده شود. بنان اگر آقای عبدالله فکر میکرد که باید برنده شود، در 5 سال باید کار میکرد. آقای عبدالله به حیث یک مولی در باغ عرب بود، به زبان شیشته بود، آرایش میکرد، کالای زیبا میپوشید. حال امروز آمده بسیار یک گپای کتکته میزنه. آقای عبدالله آیا برنده اصلا؟ من فکر میکنم و دلایل زیاد، من منعیس یک جورنال سخت دارم که تشریح کنم که چرا. اما اگر اونا بیاین به حیث یک کاندید بگوین که ما برنده هستم، یک کار ضد قانونیست، باید جریمه شان. اگر غنیان میگه هر کس کلان از تیمای از یا میگه کلش باید جریمه شه، اینا حق ندارن که یک اختشاش باید بگیرن. ما چطور سرازی اعتماد کنیم؟ امی بگوین که امی برده که انتخابات امی رئیس جمهور این در پنج سال این چیز نگر، ما با اگر می برندام شد ما چطور سرازی اطمینان کنیم والا این کل کار که غنی نکردی پیش میبرن؟ به هیچ وجه. اگر شما ما یک چیز بگم، یک چیز که اگر عبدالله شوه یا هر کس دیگه غیر از غنی شوه، این همی دسایسه که در یک جای یک تظاهرات مدنی زیرش بم بپرانی، این همی تکرار نمیشه. این همی در افغانستان اگر نبیل شوه، اگر پدرام شوه، اگر هر هم وطن دیگه ما شوه، این همی کار نمیشه. غیر از او اگر ما بگویم که ایش میشه بازی والا بسیار کار میکنه در افغانستان، او گپای یک فریب است. ما مردم فریب نمیتم، تفاوت بین از یا وجود نداره. عبدالله ما میاله در صد رشته به خارج فروخته شده، غنیان فروخته شده، اما اونو کار صورت نمیگیره. عبدالله اونو نامردی را نمیکنه، مردی نمیکنه، نامردی هم نمیکنه. اما غنی که بود بسیار یک آدم کثیف بود، پست بود، رذیل، بی حیثیت، بی شرف، بی ناموس بود و مردم ها را بسیار کش. 160,000 هموطن ما در 5 سال ازی در دوره کرزی در 14 سال 15,000 عسکر افغان کشته شده، در دوره ازی 50,000 عسکر ما کشته شده. بنان ما به این چیزا خود باید بازی نتیم، به یه عبدالله بازی و غنی بازی ما خود بازی میتیم.
هیچ کدام از ما نمیشه. به هر حال من شما رو میمارم دوست عزیزم. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. روی خط هستین دوست عزیزم. بله. بله، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. سلامت باشین آقای شفیع نوایسالدین هستم از تورنتو زنگ زدیم. بفرمایید دوست عزیزم. مورد پیشتر که موجود ما الان که در وجود در زمان شما تقلب است. اگر تقلب قرار باشه که تقلب اساس بایانتیکش شما رو بکنیم، 164 دستگاه یعنی بایانتیک گم هست بدنه، ولی 100% تا هنوز روشن نیست. یعنی 164 هست یا کمتر یا زیادتر. و بیشتر از این که اگر گمت در مناطق گمت که اونجا ادعا میشه که تقلب سکرات گرفتن. بله. اگر تو باز نرسیده بود نخو حالا کار خود وا کردن، ولی به اساس همون محاسبه که در پیش خود کمیسون هست یا میتونم که تشکیز بدن زمان کار از ایره چقدر زمان استفاده شده، ساعت چرا دقیقه و ثانیه هر تمام دیرم چان بده. بله. ولی یک گفت دیگه این هست که یک آدم تو بگه بدر من کار میکنم به عدد ناف یک گفت ما شما در بانستان داریم. بله. میگه من کار میکنم. بله. اونم کار گفتن به مانای عزیز هست که میگه هر بعد که پشت میگی بگو من اینه میره کار گفتیم به حساب از امو خاطر است که ما غنی را به ناموز به حیثیت به شرف میگیم. هیچ کسی در طول تاریخ ما به اندازه از این به شرف نبوده. 60,000 عسکر 50,000 عسکر ما را تنهایی کشته. بفرمایید دوست عزیز. دیگر گفتی است که غنی میگم از زور میگم، وقتی که میگم از زور میگم در برابر زور دیگه به حساب دیگه گفت ندارید، باید زور نشان بدید. کاملا اینی گفت دیگه. بله. اینال مسئله که سر عرضی از یک پانه نیک ترک تیجا هم غنی هم کردی عرضی عرضی زمین مدت که مسئول بودن 1.5 میلیارد دلار پیسه که در افغانستان آمده بود چکار پیسه داد بود میتونستن نهاد سازی بکنن که از اکل اکسی تا نفال بسیار محکم با اعتبار توانمند داشتیم که امروز از این حالت که با بحران گرفتار هستیم از این بیرون نشته نکدن. اردوی از این بتا پیر فرسوده و جاهل اردوی از این در تمام از این وزدفتی در افغانستان دخیل هستند و هر قیمتی که میشه مردم اگر بتوانند که اینمی دو نفر هست حداقل جلوگیری بکنن که دوباره در قدرت نرسن یا از قدرت دوباره دور نگاه کن بکنن. ما که از این گل روی اردلان به جایی نمیرسیم. صدراعظم از یه آدم هست کی؟ احدی. احدی کی هست؟ احدی رهبر افغان ملت، حزب افغان ملت. حزب افغان ملت کی هست؟ حزب افغان ملت که در لوحش یا در برنامه تمام داشته هاش چی هست؟ پشتونیزم. ببخشید منظورم از تمام برادرهای پشتون نیست دیگه. پشتونیزم اونمو فکر، اونمو اندیشه منحطه که تمام اقوام دیگر داشته هاش می خواهیم استمیله بکنم به نام یک قوم. امی برادرهای بزرگ و خوب پشتون ما را نادانسته که بیشترشان و گفتی از این امی قرار احمقهایی که مثل کردی و احمدی و احمدی امی هم نادانسته از این امی ها تربیت میکرند و جلکاری و دروغ و فساد دیگه و دیگه که در طول تاریخ شده گفتن برادم این مردم دادن آدمی بیشترم مردم پشتون ناکم سواد و بیسواد نادان ما فکر میکنن واقعیت همو هست یارم در یک تقابل که تا بین مردم اقوام یا تبارای دیگر قرار دادم حتی مناسبات بین زمیا و بین ما تقریبا بر هم خورده. ما هر قدر که اگر بتوانیم جلوگیری کنیم که بتوانیم جلوگیری کنیم که این این آدم دو نفر از اینمی قدرت دور بمانند خدمت کلان برای دانون کشور شده و ربکای کشور شده یک بردگی حال زیر سوال رفته بله. تقسیم در نظر گرفته شده این تقسیم هم یک تقسیم است از امریکا تکش از پاکستان است و کمال مانده و مابین مرکز ما شما مرکز هم در اینجا دخل غرض امریکا و پاکستان چند تا کشورهای عربی است شمال هم دایش آمده و چند تا دیگه از این طالب که نارامی در اوجه صورت دیگره باز را ایسا در اوجه هم در انتخال بکن پاکستان می خواهی همون طرف هم ببرن ما را به حساب یک حالت بسیار بغرنج قرار دادن یا عبدالایی به حساب سرخطرفید که هر روز خودم می تازه ما داشته و نداشته خودم که فکر میکردیم یعنی آدم به دفاع از نمی حقوق و عدالت انسانی شهروندی از اقل به حساب سادگی میکنن
اول نکرد، دوم نکرد، استادگی حالا دفعه سیم است. اصلا اگر می برنده هم سوار اونو پیشتر گفتم که گفش چی هست، آخر گفش اون هست که از منال فضازم شهدی هست که جاره روار و سرماورم و دیگر هم نشد و رحمه نیگه شد. ما به خاطر امیدوار هستیم که امی عبدالو از ارخل اگر ببرن که اینمی دوتا پیر کفتار شیطان از اینمی قدرت از دایره قدرت دور نگاشوان مرد را گلندر رسون ببرن امی دو نفر از امی دایره قدرت دور بمانن که افغانستان یک تنفس بکنن، یک نفس بکشن، از ارخل با یک اجماع با وجود به آدم کسی چهار تا طالبه به دست پای چشتن بسار به سادگی می کنن را و رفت زندگی و زندگی را پیدا بکنن. یه امریکا خوب به طرف کسی می بینه که در اختیار قرار داشته باشن و میشه از اون گوش کنن. امریکا جلو کل از یار ددس داره، طالب، داعش، غنیر، عبدالله را، همی کسایی که یعنی ما شما را یک صد سگ شکاری دارن که سر اموا کنترل میکنن تا که مردم نخیزه سگای شکاری را پس نکنن. ما شما نمیتونیم. به هر حال ما بسیار خوشحال شدم دوستای عزیزم برنامه را شریک بکنین. ما سپاسگزار هستم از اینکه شما در اینجا اشتراک دارین. لاین ما باز است برای تلفنم و با فیسبوک هم لاین باز است، شما میتونین که حساب بگیرین. یک نیم ساعت دیگه مانده در خدمت شما میباشم. غنی خائن جناب عیار، شما در مورد ترسن چی نظر دارین؟ ترسن رئیس جمهور نمیشه، چی نظر بدم؟ ما وقت خود به این مصرف میکنم که چطور آدمای که قابلیت دارن که این قدرت بگیرن سرشان وقت خود مصرف میکنم. آقای ترسن یک آدم خوب هم اگر آقای ترسن میتونه رئیس جمهور شه نمیشه، چانس نداره. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. سبی جان عیار سلام، واید هستم از کالیفرنیا. آقای واید خوشحال هستم، بفرمایید. اول باید یک فکرهی کتاب رو میگوی کده خورت نقشت باید ساختین باید دو باید که سوال دارم. بسیار خوب، بلندتر شده فکرهی از این قرار است که یک نفر آمد برای اشرفانی گفت که گفتو برای نشدی. آها گفت که اگر از نیز خود پرید گفت که خوامور اول میگفتیم من تو مخ بیری گل امریکا را این کنم. ما چی کدم؟ گفت بی بی گل ما خاندی پا روان کنم من میره جسته. باشن که ما بگم چون خب بفرماین باز اون نفر برش گفت چی؟ اون نفر باز برش گفت که باز پروه نداره بی بی گل اونجا روان کنی حکمتیار هنوی راحت هم اینجا حکمتیار هم پای بر. نه شاید برعکس میگفت که دوش بسیار نفر هاست. خب بفرمایید راستی باشیم که فکایی را بگویم برای دیگران چون صدایتان پایین بود. گفت برای غنی اول آوردن که غنی بردی، غنی دست خود دمه زد گفت وی خیر وقت میگفتیم که ما چیره زن خود امریکا وقت رایی کدیم که نمی وقتم باز کدام میگفته خیره حال چی گل بودی نسور در بیار هست می جورا بخوای در. بله خب بفرمایید کدام چیز دیگه باشین کتا بگوین. دیگه چیز که یک بخواین که کامنت بگوین امو رفیق پیشتر مرد زنگ زده بود گفت که از افغانی اگر رئیس جمهور شوه یا نشوه یه نهادار پانه رو بر اتاقر افغانستان آماده ساخته که بتن. ولی این زمان رسیده که ضرب‌المثل افغانی است که عقل تا بلوغ بچه زیر پای. حال او فهمیده که گپ از گپ خلاص شده از کسی خلیفه میبخشن. کاملا مثل که زمان دکتر نجیب که بود، نجیب اعلان کرد که خوبه داره بین در یک درخت چود بیشینه شروع بخوریم یعنی که گپ بزنیم موضوع رو حل بدیم. آها مگم همه شروع را کاش که در شروع کار میخواستم. کاملا شروع یخکدر آوردن. اگر آقای نجیب در شروع کار سال 59 با مردم امو رفتار میکرد که در سال 61 و 62 و اینا میکرد، بدون شک افغانستان در یک مسیر دیگه حرکت میکرد. اما بعد از اون قتل و کشتار و باز این دسایس غرب هم دیگه در پاکستان ریشه پیدا کرده بود و هیچ امکان نداشت و در آخر خودش هم در دامن امو خیال پلوایی که میبافت کشته شد بیچاره. برحال ما بسیار خوشحال شدیم دوست عزیزم. خب خط باز است دو سایزم شما می آقای شما را
شیشار روان کل لازم داره. تاجیک خرسنا دوست هایی که دو میزن دو نزنین. خب گوسفندهای ننگرار نظر بتنه مردم ننگرار بسیار خوب مردم اینی غولا مردم چی کنن مرد از لالواد زندگی کنیم بسیار خوب مردم هستن. دوست از این روی خط هستین بفرمایین. آقای احمد شاه هستم از شمال کالیفرنیا شما رو زحمت میدم. خوشحال هستم آقای احمد شاه بفرمایین. آقای عیاری بسیار عجیب به نظر میرسه که در 5 سال حکومت دکتر غنی 45,000 عسکر ما تلف شده باشه. این از عقل بیرونه. بله میگین کم است یا زیاد؟ بعضی کشورهای خرد و ریزه آقای عیار بعضی کشورهای خرد و ریزه در جنگ جهانی دوم که وام 5 سال دوام کرد اما که تلفات نداشتن در جنگ جهانی. بله چطور امکان داره که 4 تا طالب بیتر و بیپایی که حرفا میخواهیم جواب چای کردن خدا نمیفهمن که چی رسا میکنن میخیدن 45,000 عسکر افغانستان رو میکشن. عسکرهای ما توسط نیتو توسط امریکا ترین میشن اونا توسط پاکستانی های دالخور هیچ قابل مقایسه که اینا. آیا این بیوجدان چطور جوابی رو خواهد گفت؟ اگر دکتر غنی حالا بعض مردم میگه که دکتر غنی مثلا تحصیل کرده ایش دار مگر این از طرف یک گروه کوچیه بسیار خطرناک بسیار لاوربالی احاطه شده که این از این اینمی دستیز ازایی شده. شما نمیدونین 45,000 از کرد 4 تا طالب اشبیشی مردار بیسویه که از اینا کرده گو گوستان پاکتر هسته چطور امکان داره که بکشه؟ ای آدم باید جواب بگیره، ای آدم باید نگاهداری شوه ایجا، ای آدم باید تحقیل شوه، ای آدم باید به محکمه مرسی شوه کتابو 4 نفر کوچی دیگه که دکه داشت اینا باید جواب بدن که اینا سر افکر ما، سر منطبه های ما در سیسه جور کردن سر نماز، در مسجد، در جای خوف سر جواب چای کاملا، خب ما میره میگیم دلیل که ما برالای غنی ما که برالای غنی هستیم دمی هستیم که در قرارگاه ها نفرهای طالب را جای دادن نفرهای پاکستانی را دسیسه کردن و ساکر ما را کشتن. اینا در جنگ روبری کشتن نشدن. شما در قندوز دفعه هم که قندوز سقوط کرد 500 عسکر ما در یک قرارگاه بر یک هفته ما هم اون وقت ماندم کلپایشانه نان نداشتن در یک اتاق 3-4 نفر کشته شده بود پالو در پالو که یکی دیگه جایی نداشتن و ای دسایز غنی بود. از امون خاطر است که ما غنی را میگیم که اینمی انسان کثیف‌ترین پست‌ترین بی‌شرف‌ترین بوده در غیر از او که مهمی گپا را ناقی برش نمیزنیم. وقت است آقای ما بسیار خوش شدم دوست تشکر از برنامه‌ای بسیار خوبی شما لطف میکنه زحمات شما خدا حافظ تشکر. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام علیکم شفی جان عیار. سلام آقای عظیم بفرمایید. زنده باشی. متاسفانه آقای برطانه من داخل افغانستان صحبت میکنم برادر. متاسفانه چرا؟ والا شما که روخ شد والا سبید اک بعضی ها بخود افتخار میدانم به سیستی میایم برای غلطی میایم اینجا برای کارهای برد میایم افغانستان دیگه افغانستان تا به استقلال آزادی خود نگیریم و نتونیم ما و شما موفق شدیم نباید باید متاسفانه بودیم چرا که همینجا کشور اشغال شده در قسمت غنی این انسان پرت کثیف رزی خدا میدانه که چه قدری رو زنگ و جامن بسته کردن و پیش ساز دوره یادم رخشیدن این رو باید که دیزاروند از این پدرناله به سر آوزان کنم. تو نمیفهمی که بازی چی کرده این چی مرداری و چی حال رزم بله. افغانستان کشت و خون و چیزی که پشتون است از زندانهای ایران کرده تمام جنایتکاران رسد هر در تمام سیستم برق خرده کرده در جاهای که میخوام موفق نمیشه کارهای را کرده کش یعنی شیطان صد قدر شیطان سر نتاند این رزیل این کسیم در باره شما باید صحبت های کانه از دانه بکنه نمانه که یک دیوانه مجنون ملتون ایرایی دو مراتبه بر ملت ما خدای نخواسته سر باز حکومت با دست خود بگیره و خود در 5 سال آینده این بیده که افغانستان با جهنم تبدیل نکنه. حالا گفتین که ادامه گفتین باید ادامه بیتیم یا نه ادامه ندادیم؟ نه
نه شما را نمیگم تلویزیون ها مثلا سجیه برای ازی تبلیغ میکنه سجیه خودش از دوزم تو اگر یای ماهی 50,000 دارن دوره جوسو از اینجا معاش میگیرن داخل از داخل هر نیوه از مردگم خانه ساختم این در نتیجه یا باید گم شما من سرزمین ما باید دانگ و سوتر رو بگیره با ما چوب و خلقی این رسیلا را از کشور خود ما بیگون بسازیم تو نمیخوام تمام سیستم امروزی و تمام همه چیزی بر هم زده در بولوسواری ها و جایی که یادم نمیتونه موفق شده اونجا را بیادن تمام سیستم منطقه را با هم میزنه یا با دست طالب ها میتن این رزیل ملعون و لدوزن ها لعنت به این و زن کنکنی هزی من دیگه بیادن در بینه که من در داخل باشی هزی هم خواهی بخیر مباد کس چومن خسته مبتلای فراق آقای متوکل تیز شد از پیشم تیز چون بسیار کامن زیاد می تیز شد خب البته امان آقای روی خط هستین دوست عزیزم آقای امان شما رو می گیرم بفرمایین دوست عزیزم سلام فریده هستم از صدام بفرمایین خانم فریده کدام شعر دارین؟ بله بخوانم چطور فامیلی؟ چون که در دو سه برنامه دیگر یک شعر خواندین یک شعر که مولانا جلزیر برخیر کیره مزایرم خوانده بله براتون زود میخوانم آه بله بیایید بیایید که گلزار دمید است بیایید بیایید که دلدار رسید است بیارید و یک بار امت جان و جهان را و خوشی سپارید که خوش خیلی کشید است بران زش بخندید که او ناز نماید بران یاد بگیرید که از یاد برید است اما شهر بشورید که آوازه در افتاد که دیوانه دیگر بار به زنجیر رهید است چی روز است و چی روز است چون این روز قیامت مگر نامه اما زعافا پرید است خیلی زیبا بکوبی دولها و دیگر هیچ مگوی که جای دل و حق است که جان نیز زمید است بسیار زیبا معلوم دار مولانا که بگویم ما خوش نکنیم چقدر بد معلوم میشیم بسیار شعر زیباست با آهنگ احمد ظاهرم که خواندن بسیار یک آهنگ زیبا بود خوشحال شدیم دوست عزیزم تشکر از خواه دیگه یک برنامه دوستداران شعر صدای خود را بشنوند و تعریف کنند ما خواه برنامه این باز است برای شما اگر کدام بیت میخوانین همیشه برای حتی اگر صدا میخوانین کدام شعر میخوانین میتونین که در برنامه مثل که مردم زنگ میزنن نظر خدا میتونن گپ خود شما میتونین که در یه اصحا بگیرین شعر و کار نیست هر سخن شما یک شعر است بروه لن خب دوست عزیزم روی خط هستین سلام آقای عبیب هستم از دنمارک آقای عبیب خوشحال هستم بفرمایید میخواستم یک فکایی بگویم ولی راجع به اشترسنی نیست راجع به جاناخا جاناخا کیست اینی یک ذره چیز که حاله خب کی از جاناخا کی از جاناخا همین جاناخایی که شما میشه در برنامه تر میره خب بسیار خب بفرمایید خب این جاناخا یک عینک دودی خرده بود یک عینک زد آفتابی بله عینک سیاه بیرون میره بله عینک سیاه بیرون رفت بچه قدر بیرون دید یک قفاق جانانا زدش گفت چی میکنی در این وقت شب بچه گفت پدر شب نیست روز است عینک های خود بیرون کرد باز یک قفاق دیگه زدش گفت از دیشه و تا به کجا بری
شما امیدوار هستم شنیده باشین جانبا یک آینک خریده بود آینک های سیاه که بیرو برم خیالش که شما بچهش دم روی شما یک سلی زدش گفت در این وقت شب چی میکنی در این بیرو او گفت بابا شب نیست روز است باز آینک خود کشید یک سلی دگر زدش و گفتش که چی؟ گفت که بله؟ هستین یا نه؟ گفتم بله گفت از دیشب تا کجا بودی؟ از دیشب تا یعنی تمام شب تیر شد حال صبح از کجا بودی کل بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم حالا اگه اجازه بتین یک بیت از میزل می خونم که راجب همی انتخابات شاید صرف کنم بسیار خوب بفرمایید حواس کلاه شاهی ز سرت برار بیدل آها حواس کلاه شاهی ز سرت برار بیدل و چی نازد استخانه که برو خما نشسته و چه نازد استخانه که برو اما نشسته چقدر زیبا هسته ایشه واقعا ما مترسته عوض کلاه شاهی ز سرت برار بیدل و چه نازد استخانه که به سرش اما نشسته که برو اما نشسته یعنی اما نشستن اگه ما اشتباه نکنم آقای متکفم یک شعری جنشته کردن در دوستی حافظ اگر نیست یقین زر خالص است و باک نمیدارد زمک اما ترسته یعنی که در سر امی خود هما اگر در سر یک کس بشینه بخ از طالمندی شسته همای سعادت میگیم اما در سر یک استخوان مرده ای سر که استخوان مرده است اگر در سر از او ما بشینه در اوجه کدام چی نیست عوض کلاه شاهی ز سرت برار بیدل میگه بیدل تو با مثل یک اسکلیت هستی تو علاقه مندی باش تاج شاهی نداری گیرم که فلک جامعه جامعه داد که اندامش یعنی که اگر در سرت همی همام بشینه اتو فکر کن که در سر یک استخوان اسکلیت اماشیشته ای زیادخواهی را ای پادشاهی و عوض تاج اسکلیت بیرو کن و ای بیدل بود که نمیخواست که در سر خود تاج داشته باشه تاج پادشاهی بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم تشکر زنده باشه خدا حافظ اما یادتان باشه که شما هم کدام آینه کسی ها نخرین حالا کدام نفر در ایجه در برنامه من نگویه که آقای ایور در ایشان برنامه شما خود نمی بود روزکی نی خب ساعت چند است که همونطور وقتم تیر نشد شما خود دو ساعت مرم ایجا مفت نشانه اما یک دقیقه زیاد من ایجا باید نباشم خب آقای فهیم با شما رو میگیرم از فیسبوک آقای آرون فهیم شما در لین هستین بفرمایین شفی جان عیار سلام علیکم محترم سلام دوست عزیزم خوب هستین بفرمایین قربان شما من سلفیت مطلب داشتم بس بگویم یک دو یا سه پروگرام پیشتر شما بله شما یک نفر از شما خواهش کرد که یک قرائت کنید بله بله شما باز یک قرائت از یوتیوب فکر میکنم پلیت بله آه بایتون ها گرفتیم قرآن کردیم یه لازم نیست که شما این رقمی کنید مخوام قرآن شریف هم میخوانم مگم به زبان عربی نه به زبان فارسی میخوانم و مسلمان ها در روز پنج دفعه نماز میخوانم من در روز ده دفعه نماز میخوانم بله اما به زبان خود میخوانم بسیار خوب من به عربی نمیخوانم زبانم هم نمیگردم و عربی نمیخوانم و چی لازم است ما به عربی بخوانم قرآن شریف هم میخوانم و زبان خود میخوانم مطمئن نه؟ همین کار شما واقعا زشت بود و بسیار مذرد میخوانم خواهش میکنم نه خواهش میکنم میتونی قرآن کنی خودت میتونی قرآن کنی و میفهمی خودت هزارا دفعه قرآن خوندی اما من ایمان کامل دارم به زبان عربی نخوندی به زبان ترجمه شد به زبان فارسی به زبان خود ما شما بله نه؟ بله. بله. کامل دارم اهمیت هم از پرسان کنم عربی یک کلمه نمیفهمی و خود ما هم و بسیاری کسان هم میفهمن قرآن شریف هم میفهمن و بانایش هم میفهمن
عالمی با من بیدی متعقل هستم یک آدمی بسیار با دانش، یک آدمی بسیار با هم، یک آدمی با چیز هستی خودت و بسیار احترام دارم و پروگرام هایی به شخص خودت. من در کانادا آمده بودم، من در گلشن جرمنی زندگی میکنم، موابعی تکس گرفتم در کانادا در محفل کنسرت بودم و من بسیار اپنی من در گلشن آمده بودم باید تکس گرفتم و من با کلی همی آدمی پروگرام کلی فسابل سنگ دارم. بله. اما من کاملا احترام خاص دارم به همه با لسان پلش یک لسان افهام تفهیم است. نه یک انسان باید با یک لسان به چیز بفهمد. انسانهایی که مثلا در روی جهان زندگی میکنن با یک لسان زندگی میکنن. کاملا. عقل زندگی میکنن که اما این لازم نیست به خودت پلی کنی. مثلا پانچه را پلی کنی و دستایی که به گوشت بگیری یک شنگ توهین‌آمیز است. باشه. حالا که چون شما این را تکرار کردین ما باید بگویم برای شما. ما باشد. ما دو ساعت برنامه دارم. در اینجا 1,000-2,000 نفر زیادتر از وینم. یاله ای چقدر دیده شده؟ شاید چندین 10,000-15,000 هم یاله دیده شده باشه. و 170 یا 180 یا باشین ما میرم بگویم که چقدر شیر شده. ایران برای شما ما بگویم. نه باشین. 180 شیر شده. دو ساعت که خودت نفرها را پیش روی خود شانده باشی و با امراشان گپ بزنی، اگر با جدیت پیش بری در ده دقیقه مردم فاجعه کشیده میرن. با امی خاطر اقتیاد دو ساعت در اینجا میباشه که برشان خوشم تیر میشه. ایره که من او افتر کردم، من در واقع امی نفر گفتم که ای چی گپا که تو از من میگه که ایره قرائت کن، این امرت قرائت میگم، یک مزاق بود. از این نبود که من مجبور بودم که برای از او قرائت کنم. چرا من مجبور باشم؟ تنها یک مزاق بود. اونم اونجا یک تعداد مردم که میبینه بین این گپ هایی که تا بالا میشه کلگی ما شما حال دیجه یک آقا نشته کده کاکل سر کجاست یا کاکل ما کجاست یا چیزه یه نه یکان گپ ها را ما کلگی ما بخنده و مزاق که امی برنامه بسیار چی نشه خسته کننده نشه و ما شما بتانیم دو ساعت بیشینیم باور کنیم اگه یک آدم پنج دقیقه برنامه بگیره نفر کمی بیایه خسته میشه میبرایه. سو از این خاطر بود بنانی شاید از دید شما از یک زاویه دیده و دیگه دیده باشین که حق تا نکمه تا فکر کنین، اما دلیلش اینی بوده. شفی جان ایام امیدوار استم همی یک سوی تفاهم رخ نده و مردم چون خودت بسیار بیدنده داری و در قلب مردم جا داری واقعا همه چیزا را درست تشریح میکنی، همه چیزا را بخصوص برای خودم شخصم خودم دلران فراموش کنی. برای من بسیار اگر ارزش کامل داری، اما مسئله در ایست ما به فکر ما که ما یعنی بعد از پروگرام شما کامل دیدم ما یک احساس کردم، ما گفتم امی شاید یک حساب تعمیم آمیزی دیگه با نه مردم ها دوستان ما نه به هیچ وجه ما یک کار بله اما شخص جان تو میتونی قرآن شریف رو بگویی که برادر ما هم یاد عینه و بینیشم رو برای تو تشریح میکنم. خب اینه از یاد ما برشان هر روز تشریح کردم میرم. اما با لسان خود تشریح میکنم. عرب چی سگ است؟ عرب چی سگ است؟ عرب چی است؟ که ما با لسان عربی بگم خو قرآن شریف آمده. عرب چی است؟ 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 ما شما را میمانم یک دو دقیقه دیگه برنامه مانده. بسیار تشکری میکنم لطف کردین دوست عزیزم و چرا یک شعر آقای معتکف نشته کرده بود چنان پر شد فضای سینه از دوست، چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. یعنی در ما توی قدر رخ نکدی، تو ای قدر در ما پر شدی که از خودم خالی شدم، متنا عشق تو شدم. حافظ.
یقیناً که امین شد سرنوشت ما مرد افغانستان طالب پاکستانی. خب یک تلفن آخری از شما میگیرم، از تلفنتان اگر زنگ زدین میگیرم، اگر نه دیگه باز میرم تا هفته آینده. یک زنگ دیگه حق دارین که نه نگوین که شش رخنا وقت آمدید رخ وقت رفتی. به پیسه ما قدر تقسیم اوقات خود صحیح پیش میبریم. در افغانستان مردم یوازه که هشت بشه در کار بیه، 11 میاد 12 برای نان میره، بعد از او 4 کس کار بره، از 4 هم که پیشتر 2 بجه از کار میبره. زنده باد عبدالله، حالا خود زنده هست، امیدوار صبح که زنده هم بانه که غنی کدام انتحاری نکنه. خب دوستای زم، شما را تا هفته آینده با خداوند بزرگ می سپارم. برنامه را شریک کنین، وظیفه کل ماست. ما که نمیجه میم با درک یک مسئولیت میم، خانه از سنگ و سمنت ساخت ز غفلت اشقری، خامکاری های عمر و پختکاری های ما. بخیر امامت بود، بسیار تشکر. شعر آخر، تلفنم خلاص شد، تا هفته آینده که باز ما در خدمت شما می باشم. سپاسگزار هستم.